سلام به همگی، صدای منو دارید؟ بگین تو لایف چت صدای من هست یا نه. من خودم هم اینجا امتحان کنم اینم عالی. اوکی، صدای منو دارین؟ بگین اگه میشه تو لایف چت که من بدونم میتونم شروع کنم. اینو من قطع کنم. خب عالی، صدای من هست؟ نمیگه کسی ها، من خودم چک کنم. آرمین صدا، آریا میگه آرمین صدات هست. اینم چه عالی، خیلی خوب. اکس اکس میگه سلام آرمین گرامی، لطفا سری بیار بالا برای مناظره آماده ای. من اول حرف خودم رو یه چند دقیقه بذاریم بزنم بعد میارم اتون بالا، ولی همین الان لینک رو میذارم کسی آمده بود که شما بیان منتظر باشین. ولی من یه سری چیزه کوچیکی سریع بگم. ببینید الان اتفاقاتی که داره میفته، بذاری از یه جه دیگه شروع کنم. خب من یه سری نمادهایی هست که استفاده میکنم، یعنی یه سری حرفایی هست که میزنم که خیلی هم میگن که این حرفا دینیه، نگو اینجوری صحبت نکن. خب نگو سلام، نگو خدافظ، نگید انشالله. این حرفا دینیه، این حرفا رو ما مال خرافات استفاده نباید بکنیم. بعد من میگم نه، اشکال نداره این حرفا رو استفاده کردن، اینا بالاخره ما میدونیم که اسلام و دین کلا خرافاته. مشکل دین این نیست که مثلا ما از این نمادا استفاده میکنیم، یا نماد یا لغت بیزی، فقط هم کلمه های مذهبی ممکن استفاده بکنیم. مثالی هم که زدم این بود که مثلا یه کسی بگه Thursday که میشه پنجشنبه، مثلا میشه روز خدای ثور، معنی Thursday روز خدای ثوره. کسی بگه Thursday معنیش نیست که به خدای ثور اعتقاد داره. خب یعنی که کسی اگه کریسمس رو جشن میگیره معنیش نیست که به مسیحیت اعتقاد داره. اینا رو ما میتونیم بدون که به خرافات اعتقاد داشته باشیم استفاده کنیم. بالاخره نماد هم یه سری کلماتی هستن که اینقدر رواج پیدا کردن که دیگه جدا از اون معنی، جدا از اون استفاده دینیشون میشه ازشون استفاده کرد. یک سری جشن ها، یک سری مراسم، یک سری نمادهای هم هست که ما اگه استفاده بکنیم معنیش نیست که بهشون اعتقاد داریم، هیچ اشکالی هم نداره. اتفاقا نه تنها هیچ اشکالی نداره، به نظر من سودم داره که ما اینا رو به طور غیر بدون باور دینی ازشون استفاده بکنیم، چون اینا بالاخره یک سری بین از لحاظ فرهنگی هم زبان هم نمادهای توی نمادهای فرهنگی که ما داریم، اینا بالاخره یک سری ارزشی دارن. خب اینا ارزشی دارن و یه قدرتی دارن. خب و ما اگه بتونیم به طور غیر دینی از همین لغت ها استفاده بکنیم، از همین نمادها استفاده بکنیم، یا از همین آداب و رسوم استفاده بکنیم، به جوری داریم این منابع دینی رو از دین یه جوری میدزدیم. خب یه مثالی هم که من زدم اینه که مثلا توی رنسانس اروپا رو اگه نگاه بکنید، اتفاقا مثلا نقاشی های مسیحی و یعنی هنرهای دوران رنسانس به طور خیلی با اینکه سیم نمادش دینی بود، به شکل نماد از نمادهای دینی استفاده میکرد، ولی برای تبلیغ امیال و معنی ها و ترس ها و روش های غیر دینی شد. خب یعنی از نمادهای دینی به طور فرهنگی طوری استفاده شد که یک سری عقاید جدیدی که بعضیشون از دین جدا بودن و بعضیشون اصلا داشتن رقابت میکردن با کلیسا و حتی به جایی بعضی موقع ها ضد خود کلیسا. یعنی این استفاده از نمادهای دینی جدا از خود دین جا رو باز کرد برای عصر روشنگری که بعد از دوران رنسانس تو اروپا اومد. یه مثال دیگه هم که برای خودمون میزنیم بین ما خود ایرانی ها اینه که مثلا ما
بی خدایان ممکنه بعضیامون که مثلا از فردوسی و شاهنامه اینا خیلی خوشمون بیاد، خب ما داریم از یه سری نمادهای استفاده میکنیم، مثلا دیو و چه میدونم چیزهای ماورا طبیعی اینا وقتی که مثلا استفاده میکنیم برای هم برای لذت و هم برای رسوندن عقایدمون به طور خیلی سیمبولیک و طور خیلی متافوریک، معنیش نیست که ما به این چیزا اعتقاد داریم. خب اتفاقا این مشکل ما با خرافات فقط اون شک اون یعنی ما مثلا میتونیم ما خودم یه مثال دیگه هم که زدم این بود که یکی از یوتیوب یکی از کسایی که کانال یوتیوب داره تو بین ما بی خدایان که از همه هم معروف داره خود کدوم کاناله؟ کانال زوسه رایسر یا زئوس. خب این شخص داره از کلمه از یه لغتی استفاده میکنه که معنیش خدای یونان باستانه. ما بیان بگیم چرا این استفاده میکنه، این خداست ما که بی خدایین. خب این نه اینا ما میتونیم از ما هیچ مشکلی نداره که از این نمادها استفاده بکنیم. خب برای همین ما میتونیم سلام استفاده کنیم، ما میتونیم بگیم خداحافظ بدون که به خدا اعتقاد داشته باشیم. اتفاقا نرمال استفاده غیر دینی کلماتی که به دین تعلق داره باعث روبوده شدن این امیال از دین میشه. خب یکی این، یکی دیگه هم که من خواستم بگم، حالا این چرا من میخوام اینو اشاره دوباره اشاره کردم، چون اینو قبلا اشاره کرده بودم درسته. حالا چیزی رو که من دیدم که خواستم امروز به شما اشاره کنم این بود، بذاریم ما الان توی خوزستان خب تظاهراتی که داره میشه برای عدم آب کافی و تشنگی مردم و اینا رو که همه تو خودتون دیدین. خب یه چیزی که من خیلی خوشم اومد که خیلی داشتن استفاده میکردن که واقعا واقعا عالی بود، یعنی واقعا استفاده خیلی عالی و پرکاربرد از نمادهای دینی علیه جمهوری اسلامی. خب این دقیقا چیزی که من داشتم میگفتم، مثالش الان دیگه اومد. خب مثالش، مثال بهتر از این اصلا من دیگه ندیده بودم. بذارین چند تا شماره شما نشون بدم. لازم نیست شما دیندار باشین یا بیدین باشین، شما چه دیندار باشین چه بیدین باشین علیه جمهوری اسلامی، شما اگه یه بیدین هم باشین علیه جمهوری اسلامی از این نمادهای دینی میتونین به علیه جمهوری اسلامی استفاده کنین. لازم نیست که اعتقاد داشته باشین این اتفاق افتاده یا نافتاده، خوب بوده خوب نبوده، اینا نماد هستن. خب حالا بذارین شما ببینید کسی میدونه دارم میخوام چی نشون بدم، یه کسی تو لایو چت حدس بزنه من الان چی نشونتون میدم که الان درباره این صحبت کردم. استفاده از نمادهای دینی وقتی ما بهش اعتقاد نداریم اشکال نداره از نمادهای دینی استفاده کنیم، اینا یه چیزی هست تو فرهنگ ما میدونیم داریم این معنی اینا چیه، حتی اعتقاد هم نداشته باشیم به عنوان نمادی که ما میتونیم ازش به طور تشبیه یا به طور متافوریک استفاده بکنیم که پیغام اونو برسونیم، از اسلحه اصلا استفاده بریم، مثلا یه اسلحه‌ای که جمهوری اسلامی علیه ما علیه خیلی ما و خیلی دیگه استفاده کرده، انگار این اسلحه رو الان داریم برمیگردونیم به خودشون استفاده میکنیم. این چیه؟ عالی گفتید یزید کربلا. دقیقاً چند تا مثال خوب من برای شما میارم الان قشنگ، چند تا مثال خوب. چند تا مثال قشنگ. مسیح گفت پارسال در شب عاشورا وزیر جوان نوشت اگر امام حسین بود چه میکرد؟ من هم نوشتم امام حسین رو نمیدونم، اما اگه نظام اموی بود قطعا اینترنت رو قطع میکرد تا کسی نفهمه کربلا چه خبره. حالا اما اینترنت خوزستان قطع میشود. خب یکی این، اینم خیلی جالبه. این من یه ذره زومی کنم شما بتونیم بخونیم. هزار بار گفتید کاش کربلا بودیم و یاری میدادیم، الان یک کربلای دیگر که به جای 72 تن هزاران تن لب تشنه هستند. به حرفتون عمل کنید، بفرمایید این گوی و میدان. درست گفتم؟ نمیدونم. اینم یکی دیگه، این از همش اوف شفس کس عالی. نگاه کنید کاخ سفید رو که خیلی عالی کاخ سفید رو که نتونستید حسینیه کنید ولی خوزستان رو کربلا کردید، هم تلخ هم شوخی. یعنی ببینیم بهش میگن دارک هیومر،
دارک هیومر میشه شوخی تاریک، یعنی یه چیز خیلی ناراحت کننده ولی با زبون طنز توجه میارین به یه چیزی که ناراحت کننده هست. خب این خیلی عالیه. خب از این موضوع کربلا استفاده کنید. شما همتون برین الان، من به عنوان یک بی خدا میگم الان همتون برین حسین حسین کنین. الان بهتر، الان باید همتون بگه که حسین حسین کنین. به نظر نمیگم باید، به نظر من روش خوبیه. خب این موضوع حسین و کربلا و اینا چقدر اسلحه بود که جمهوری اسلامی چند بار استفاده کرد تو جاهای تو همه جا تو توی ایران، خارج از ایران. الان این بهترین روش برای به توجه آوردن به اینه که اینا فقط حرفه و اینا خودشون اگه توی اون داستان اینا همون یزیدن. درسته؟ خب آریا من میرم که منتظری، میارمت بالا. ولی یه چیزی که من میخوام بگم، خب حالا این تموم، یه موضوع دیگه از همین اتفاقاتی که داره تو خوزستان میفته. یه موضوع دیگر که من میخوام بگم توی این ویدیوهایی که از خوزستان داره میاد بیرون اینه که من خیلی خوب بود که میبینیم هممون که براندازا، کسایی که تو برانداز هستن، دارن طرفداری میکنن از ایرانیانه. با من بگین تو لایف چت، عرب ما، ایرانیان عرب، نگین عرب زبان، اینا عربن، فقط عرب زبان نیستن. خب یعنی یه مشکلی که بعضی از براندازها دارن عرب سیتیزیه. خب برای اینکه مخصوصا به خاطر این جمهوری اسلامی، دشمنیشون با جمهوری اسلامی و دشمنیشون با اسلام رسوندتشون به یک جایی که اصلا ضد عرب شده. خب من خوبه که میبینیم که نشون میدیم که نه، ما با ایرانیان عرب علیه جمهوری اسلامی ما متحدیم. خب یعنی براندازا بیان این بیشتر، براندازا میدارم اینجوری باشن که به خاطر اینکه ببینید خیلی موقع ها بعضی از کسایی که مثلا ضد جمهوری اسلامی هستن یا ضد اسلام هستن یا هر جفتش، میان میگن که اینا بیگانن، این ایرانی نیست. حالا یه چیز درباره ایرانی نبودم بگم، ما تو 20 سالی که تو ایران زندگی میکردم تو مدرسه، من هیچ وقت نمیدونستم که انقدر ما تو ایران عرب داریم. یعنی این یه چیزیه که اصلا به ما نگفتن. من شما میدونستین، یعنی البته الان با اون موقعی که من بودم شاید فرق میکنه، ولی من اگه اون موقع تو یعنی تو مدرسه هیچ وقت به ما نگفتن که ما این همه، من نمیدونستم که الان چند درصد مردم خوزستان عربه، ولی من که نمیدونستم. خب خوبه که الان هی این ویدیوها بیاد بیرون که خیلی از ایرانیا ببینن که بابا جون ما این همه ایرانی عرب داریم، انقدر عرب ستیزی نکنید. حالا دلیلش نباید، دلیل اصلا عرب ستیزی نباید بکنیم به هر دلیلی. خب ولی الان امیدوارم خیلی‌ها ببینن که عربایی که ضد جمهوری اسلامی هستن با ما متحدن، اینا رو دشمنی باشون نکنید. و خوبه که خیلی از مردم ببینن که ببینین ایرانی ها عرب هم هستن. درسته؟ یکی این. ولی ببینید مشکل اینه که خیلی از این مثلا ضد اسلامی ها فکر میکنن، منم همیشه میگفتن خب اسلام دین عرباست و این مثلا عربا اینو آوردن تو ایران و این بلدار سر ما آوردن. خب اولا که این یه مشکل اولیه که داره اینه که خیلی جمعگراست به جای فردگرا. خب یعنی ما یاریم یه گروه و یه سری آدم های یه کاری کردن 1400 سال پیش، بعد ما الان میخوایم هر کسی که به اون گروه تعلق داره رو مقصر بدونیم به خاطر این کاری که اون آدم ها کرده. خب این خیلی، این یکی از مشکلات، یکی از هزاران مشکل جمعگراییه به جای فردگرایی. یعنی به جای که هر شخص رو مسئول کار خودش بدونیم، تمام آدم هایی توی یک جمع و مسئول تمام کارهایی بعضی از اون آدم ها تو اون گروه میکنیم. خب و یکی مشکلش این بود. یکی دیگه مشکلش اینه که ببینین جوری که من میگم باید نگاه بکنین که اگه شما از اسلام ضربه دیدین، اگه ایرانیان از اسلام هزینه دادن به خاطر اسلام، اولین کسانی که هزینه دادن به خاطر اسلام خود عربا بودن. درسته؟ یعنی ما باید عربا رو قربانیان اسلام نگاه بکنیم، نه کسانی که ما رو قربانی اسلام کردن. درسته؟
ولی خب الان من اینو چیزی که من همیشه دلم میخواست هایلایت بکنم مثلا برای که نشون بدم، عربای بی خدای ضد اسلامی بودن که بهشون نشون میبینه ما با ما مشکلمون با عرب نیست، ما مشکلمون با اسلامه، مشکلمون هم با مسلمان هم نیست، مشکل خود مسلمان هم مشکلمون با اسلام شد، با انسان، یعنی ما به عنوان یک انسانگرا با عقایدش مشکل داریم نه با خودمون شخص، درسته؟ و ما میتونیم اصلا با عرب زبانان بی خدا قسم که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، ما میتونیم مثلا با عربان بی خدا علیه اسلام متحد بشیم. خب یک، ما یک داریم یک رقابت فکری جهانی میکنیم، این مشکل فقط ایران نیست. الان هم اینو الان این اتفاقی هم که داره تو خوزستان میفته امیدوارم خیلی ها ببینن که فقط هم علیه اسلام نیست، علیه جمهوری اسلامی هم اگه باشه فقط فارس ها نیستن، فقط فارس ها و کرد ها و ترک ها نیستن که دارن هزینه جمهوری اسلامی رو میدن. خب و وقتی هم داریم میگیم عربایی که دارن هزینه جمهوری اسلامی رو میدن، فقط هم عربایی که مثلا توی سوریه و عراق به خاطر دخالت های جمهوری اسلامی دارن هزینه میدن، فقط اونا هم نیستن، فقط اون عربا هم نیستن که دارن هزینه میدن، ما عرب ایرانی هم داریم که اونا هم دارن به شدت هزینه میدن. یعنی ما با هم باید یکی، هممون باید با هم متحد بشیم، عرب و فارس و اینا اهمیتی نداره. خیلی من خوشحالم که میبینم خیلی از براندازا دارن این شعارهای که این مردم تو خوزستان دارن میدن که به عربی هست، شعارهایی هست که به عربی دارن میدن و علیه جمهوری اسلامی داره پخش میشه که ببینن. امیدوارم عرب ستیزی کمتر بشه بین ما. خب یه نفر میگه که آقا من عربم ولی هموطن شما هستم یا نه. ببین خب هموطن که هستی، ولی هموطن بودن مهم نیست، تو هم کره ای هستی، یعنی ما زمین رو با هم داریم، یعنی کره زمین با هم داریم با هم شیر میکنیم، یعنی ما هموطن، ما جفتمون یه خونه، ما کره زمینه، شما هموطن هم نبودین ارزش ما برای ارزش من برای ارزش شما برای ما باید خیلی بالا باشه به عنوان یک انسان، نه به عنوان یک فارس، نه به عنوان یک عرب، نه به عنوان یک ایرانی، نه به عنوان یک غیر ایرانی، به عنوان یک انسان شما برای ما ارزش باید داشته باشید.